سلامونه خو چې ریزه د بهلا ساعت مو تاسو ته ټولنیز المانه تودی خبری خبرونه لیدونکو است. د ټاکنو د قانون مسوبه چې په ولسو پښتونونو او وشو تمادو کې جوړه شوې حکومت تیر کال د لندې په میاشت کې د تصویب په مخه ولسی جرګې ته استولې و. دغه مسوبه تیر ورځ د تصویب په مخه د ولسی جرګې د تقنین کمیسیون له لورې عمومي غونډې ته وړاندې شوه. ولسی جرګې د ټاکنو له یوولسو مادو څخه چې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ پرې لانجه وه د دغه قانون دوهمه او څلورمه ماده تصویب کړه. د دغه قانون دوهمه ماده چې پکې د حکومت لخوا د کاندیدانو د آزاده تګلارې وړاندیز شوی و د ولسی جرګې لخوا تصویب شو، خو یو شمېر استازي د ټاکنو د مختلط نظام غوښتونکي ول او غوښتل یې چې د ولسی جرګې د څوکیو درېیمه برخه ګوندونو ته ورکړل شي. په مختلط سیستم کې د خپلواکو کاندیدانو تر څنګ ګوندونه هم کاندیدېدای شي، خو د نه لیږدونکې یوې رایې ټاکنې سیستم کې ګوندونه او غیر ګوندي سیستمونه بیا په خپلواکه توګه ځان کاندیدوي. د ولسی جرګې د تقنین کمیسیون وایي په دې طرحه کې پر یادو دوو مادو سربیره چې پرون د جرګې لخوا نهایي شوې نه نورې اختلافي مادې هم په طرحه کې پاتې دي چې په راتلونکو ورځو کې به پرې خبرې اترې وشي. موږ د خبرونو موضوع درنو سره همدې زموږ نوی بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي پولیس جرګې کې د خلکو استازی سمیع الله سمیم، له بحران څخه د نجات د جبهې ویان ډاکټر محمد آصف اکتاش، او د ولسی جرګې د کوچیان د کمیسیون رئیس به هم محمد نذیر احمدزی صاحب هم څو شېبې وروسته زموږ سره په بحث کې ګډون وکړي. تاسو ته ښه راغلاست او خورانو ته په خیر راغلئ. اول از شما عرض میکنم آقای سمیم، در مورد تصویب دو ماده قانون انتخابات که نو ماده دیگه هم گفته میشه که جنجالی هستن اونا مانده و بال دو ماده تصویب شده از طرف ولسی جرگه، در این باره اگر شما صحبت کنین که چقدر جنجالی بودن این دو ماده و به کدام اساس چقدر تغییرات این ماده آمدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، درود بروان پاک شهدای محظم افغانستان و سلام خدمت بینندگان تلویزیون شما، همکارای تکنیکی شما و مهمان عزیز شما و در این حال خدا کنه مهمان دیگه هم تشریف برن، مهمان عزیز شما. در مجموع من فکر میکنم که در مجموع رسانه افغانستان مردم افغانستان به جریان است که از ما از حداقل از دو ماه به ایسو قانون انتخابات روی دست پارلمان افغانستان است و تمام تلاش ها صورت گرفت که ما بتانیم قانون خوب را در انتخابات افغانستان وضع بکنیم، قانونی که نه بر امروز بلکه بر فرداهای افغانستان مفید و مسمر واقع شده باشه. با او خاطر بود که چانزنی ها هم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات صورت داشت، هم از وزارت محترم عدلیه موینش دوامدار با کمیسیون تقنینی ما هم کار بودن و شما میفهمین وقتی که قانون از کمیسیون های اجدگانه نماینده های کمیسیون های اجدگانه روی هر موضوعی که مربوط به قانون بوده باشه، به هر قانونی که بوده باشه، جلسه مشترک میگیرن. در این جلسه مشترک طبیعتاً چانزنی ها وجود داشته و بالاخره چیزی را که ما کشیده بودیم در اون مدت که شما گفتین 11 ماده اختلافی داشتیم که او را باید تالار تصمیم میگرفت راجی به او، که از جمله دو ماده قانون اگر شما به ذهنتان بوده باشه دیروز از آدرس پارلمان افغانستان با تصویب رسید. یک بحثش بحث نویت انتخابات بود که نوی مختلط بوده باشه یا انتخابات مستقیم بوده باشه یا مستقل بوده باشه. بان که من به نظر با مختلط مخالف نبودم، ولی کسی هستم که حداقل با قانون اساسی افغانستان باید ارج گذاشته شود. قانون اساسی افغانستان واضحا میگه که رای مستقیم، رای سری مستقیم و غیر قابل انتقال، غیر قابل انتقال ثابت می سازه که قانون اساسی افغانستان راه مردم افغانستان را در قانون اساسی افغانستان تشریح کرده و تسجیل شده به قانون اساسی افغانستان. بله. شما نمیتونین هیچ موارد را مغایر قانون اساسی افغانستان درجه یک قانون فرعی بکنین. قانون انتخابات یک قانون فرعی است و هر منشی و هر نشأتی که میگیره از قانون اساسی افغانستان می با او دلیل بود حکومت افغانستان هم می بودن. به هر حالتش حالا نظر یک تعداد از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی افغانستانی بود که 50% از کرسی ها به احزاب سیاسی سپرده شود. ما باور ما این است که خوب است که احزاب سیاسی افغانستان عرض اندام بکنن و خودشان کاندید داشته باشند، نه به شکل مختلط از هر ولایت از هر منطقه که توانمندترن کاندید داشته باشند بتونن در پارلمان دوره بعدی افغانستان یا در شورای ولایتی دوره بعدی افغانستان عرض اندام بکنن و بیان تبارز بکنن، تا که ما بریم به سیستم و به طرف نهادی نشدن دموکراسی در افغانستان. بدون شک باید قربانی را پارلمان افغانستان میداد، ولی شما هیچ مورود را
مغایر قانون اساسی افغانستان شما نمیتونین پاس بکنین از آدرس پارلمان افغانستان، شما نمیتونین با اون مهر سیعه بگذارین که مغایر قانون اساسی افغانستان بوده باشه. من نظر احزاب سیاسی با احترام به نظر احزاب سیاسی افغانستان، ولی آنچه که در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده، آنچه که در قانون اساسی افغانستان است، مغایر قانون اساسی افغانستان هیچ مرجعی نمیتونه تصمیم بگیره، نه حکومت، نه پارلمان افغانستان و نه هم ارگانهای دیگه که بخواین مداخله کنن. شرایط فعلی افغانستان به نظر شما تا چه حد با کدام سیستم نسبتا خوب هستند در افغانستان و تا چه حد ما شما عذابی که در افغانستان وجود دارن تا چه حد واقعا عذاب نهاد نشده؟ ببینین، بس سوال بسیار جالب، سوال بسیار مهم است. اولا خب ما احزاب ملی ندارن در افغانستان. شما مطالبه کنین احزاب سیاسی افغانستان را که در افغانستان احزاب سیاسی بر اساس ملی بودنشان آمده باشه، یک حزب سیاسی را ایجاد کرده باشه. در مجموع احزابی که در افغانستان وجود داره، احزاب قومی هست، احزاب قبیلوی است در افغانستان. تا زمانی که ما به طرف یک احزاب یا حزب ملی یا احزاب ملی در افغانستان نرویم، من فکر میکنم هر نوع امتیاز دادن بر احزاب سیاسی افغانستان جفایی است به حق مردم افغانستان، به حق سیستم افغانستان و نظام افغانستان. ما امیدوار هستم که تلاش ها صورت بگیره از آدرس احزاب سیاسی در افغانستان که ما بتانیم حداقل به ائتلاف های بزرگ دست پیدا بکنیم و بالاخره برین به طرف دو سه حزب بزرگ در افغانستان که در اون زمان کرسی ها مشخص بوده باشه برای احزاب سیاسی، کرسی ها مشخص بوده باشه برای ائتلاف های بزرگ تا که از آدرس ائتلاف صحبت بکنه. عملا ما در امی مقطع زمانی در امی پارلمان افغانستان از دو حزب بزرگی که در افغانستان وجود داره ما نمایندگانشان دارین، مثلا نسب جمعیت اسلامی افغانستان من فکر میکنم بزرگترین اعضایش اعضای یک کتله بسیار بزرگی از اعضای پارلمان مربوط است به جمعیت اسلامی افغانستان، یک کتله دیگی متعلق است به حزب اسلامی افغانستان در داخل پارلمان افغانستان. یعنی او تو نبوده که از آدرس حزب از آدرس جمعیت آمده باشن یا از آدرس استلاحیز به اسلامی آمده باشن، مستقل آمدن، ولی تفکر و اندیشه و باورهایشان متعلق است به عذاب جمعیت و حزب اسلامی افغانستان. خوب است عذاب جدید سیاسی افغانستان، جدید تاسیس سیاسی افغانستان که در طول از 10 سال رشد کردن، اونا هم ای امکانات یا ای درایت را پیدا بکنن و بتانن نمایندگان خدا یا احزای خدا به پارلمان افغانستان روان بکنن از آدرس مردم افغانستان. ولی هر نوع امتیاز دادن برای افراد یا برای احزاب یا برای اشخاص، من فکر میکنم که جفای خواهد بود به حق مردم افغانستان. تشکر میکنم سمیم سیاه، انشاءالله پس به شما برمیگردم. هر سر تاسو فکر کوئ د دغه قانون دوهمه ماده چې پکې د حکومت لخوا د کاندیدانو د آزاده تګلارې وړاندې شوه او د ولسي جرګې لخوا تصویب شوه، سمیم صاحب په دې اړه باندې وویلې چې خپله د ولسي جرګې د غړو غوښتنه او دغه ده او د دومره وخت یم چې ونیولو دوی هدف دغه و چې یو ښه قانون د راتلونکي انتخابات دپاره دوی تصویب کړي. تر کومه ځای پورې تاسو ورسره موافق یاستئ دغه موارد سره او دغه د دوی دغه تغیرات او دغه یولس ماده چې ویل کېږي جنجالي ماري د حکومت او د ولسي جرګې ترمنځ، تر کومه ځای پورې واقعا دغه موارد تاسو په نظر باندې یو ښه قانون د رامنځته کولو په اساس باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو تلویزیون درنو لیدونکو ښاغلي صمیم او تخنیکي همکارانو ته سلام او احترام په وړاندې کولو زه غواړم ستاسو سوال ته په دري ژبه جواب ورکړم. دلیل دا ده چې زه او جناب وکیل صاحب یو بل سره مهرباني ښه خبر مهرباني موارد را که جناب وکیل صاحب گفتن که سیستم مختلط مغایرت داره و ارزش های مندرج قانون اساسی یا از ریشه غلط است، صحیح نیست. خب ممالی قانون اینا اشاره کردن که سیری خب ما از قانون اساسی پیش ما است. خب اصلا مادر اگر شما مطالعه کرد ببینیم اینا یک مورد استدلال کردن غیر قابل انتقال بودن در قانون اساسی افغانستان وجود نداره، در قانون انتخابات وجود داره. در قانون اساسی افغانستان در ماده 83 قانون اساسی روی 4 اصل تاکید صورت گرفته. اصل آزاد بودن انتخابات است، اصل عمومی بودن انتخابات است، سری بودن انتخابات است و مستقیم بودن انتخابات. مورد را که یک وقت جناب وزیر عدلیه یا یکی از اراکین بلند پای دولت استدلال کردن که گویا که هرگاه بر احزاب نقش داده شود
اصل مستقیم بودن نقص میشه، در حالی که اصل مستقیم بودن نمیشه نقص. یک شخص میتونه برای یک حزب به طور مستقیم رای بده یا برای یک فرد به طور مستقیم رای بده. یعنی همین استدلال هم از ریشه غلط است. ثانیاً سیستم سنتوی را ما در چند دور انتخابات یا سیستم رای واحد غیر قابل انتقال را ما در چند دور از انتخابات عملاً تجربه کردیم. این سیستم یک سیستم ناقص و ناکام بود. ما میبینیم در دور دوم انتخابات، دور اول انتخابات ریاست جمهوری، نه دور اول انتخابات شورای ملی و شوراهای ولایتی مجموعاً 6,614,000 نفر در انتخابات شرکت کرده بودند و پارلمان را که در امو وقت تشکیل شد مجموعاً از 1,969,205 رای نمایندگی میکرد، در حالی که 13,146,000 نفر بر انتخابات ثبت نام کرده بودند. یعنی اصولاً پارلمان حداقل از اکثریت مجموع رای دهنده‌ها که 13,146,000 میشد باید نمایندگیشان تامین میشد. شما 1,965,205 رای حساب کنید، میگیره محاسبه کنید، یعنی از نگاه قانون اساسی مشاهد قانونی نداشته کاملا. ببینید در همین ماده 83 قانون اساسی صراحت داره که در قانون انتخابات باید تدابیر اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه مردم را تامین کرده بتواند. عملا 11 میلیون در حدود 11 میلیون فاقد نماینده بودند در پارلمان گذشته. در دور اخیر که ما میبینیم 18 میلیون بر انتخابات ثبت نام کرده، نزدیک به 3.5 یا 4 میلیون در انتخابات شرکت کرده و پارلمان موجودم از مجموع آرای از اینا را که حساب کنیم از 1.5 میلیون بیشتر نمیشه. ما میبینیم که این سیستم را که عملا آل تصویب شد توسط ولسی جرگه از اثر اعمال نفوذ حکومت در تناقض کامل با ارزش‌های مندرج ماده 83 قانون اساسی قرار دارد. چرا؟ این سوال ایجاد میشه، چرا پارلمان این کار کرد؟ چرا ولسی جرگه این کار کرد؟ چرا حکومت به چنین عمل دست میزنه؟ من ببینیم از قانون احزاب سیاسی برای شما میخوانم. در قانون احزاب سیاسی میگه در ماده سومش اساس سیستم سیاسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبتنی بر دموکراسی و تعداد احزاب میباشد. وقت اساس نظام سیاسی شما را تعداد احزاب دموکراسی تشکیل بده و شما بر احزاب نقش نتین، خود از این نقص یکی از مؤلفه های بسیار اساسی دموکراسی است. دموکراسی را اینا مسخره ساختن. در طول از 11 سال ما میبینیم انتخابات اول ریاست جمهوری را تا انتخابات دور اول شوراهای ولایتی و شورای ملی، دور دوم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را که به تناسب هر روز در هر انتخابات تعداد مردم کاهش یافته حضورش. من صرفا سایه میکروریانش بر شما اشاره کنم، در حدود 60,000 رای دهنده وجود داشت. 60,000 رای دهنده، از جمله 60,000 رای دهنده 1,312 نفر در انتخابات شرکت کردند. معنای این حرف چی است؟ مردم اعتماد و باور خود را به نظام انتخاباتی افغانستان و در کل بر انتخابات اساس دادند. حتی مردم میگفتند که ضرورت نیست ما بریم دفاع صندوقا، شورای ملی یا ولسی جرگه از قبل معلوم است که کیا باید بیان کیا باید نه. خدا با موضوعات چی دلته مثلا روس های دیر جنگ جگلوت خود اشاره کی چی و در سیستم رمانس شوید یا تو چه وقت پر بدن در سیستم که در اول ورز نتردق ورز بانده دامش تمنی پلو تول مصروب ده دزمکو به غصب مانده مصروب ده خپل ځان ته سرمایه ثروت باید ټول کړي. مشکل ډاکټر صاحب تاسو د اساسي قانون ماده اشاره وکړه، تاسو په خپل تاسو د دغه ماده څخه یو ډول تفسیر کوي، مثلا سمیم صاحب بل ډول تفسیر کوي، عدلیه وزارت بل ډول تفسیر کوي، دغه تاسو نه پسې کېده صراحت لري، دغه صراحت لري، دلته صراحت لري. دا تاسو دیل وستلې سي سیو سرتوم دی ولې نه غواړي ګوندونه نقش پیدا کړي؟ دلیل داده که دلتا گندونه قوی وسیگی، که دلتا گندونه نیرومند وسیگی، دوی دزمه که نسی غصب ولی، دوی آمش تمنی نسی لوته ولی، دوی بیا قاچاق نسی که ولی، دوی بیا قانون نسی نقضه ولی، بیا با دوی دستون نیسی محکمه تا بکشی. یو بل واقعیت که مگو تاسوی، دلتا پا افغانستان که پروز شرایط که مگو تاسوی کرو، واقعا دست گندون یا دست حزبون تاس لری چه شتون لری اوست چه میدیوی؟ اوست گوده سمتی، دیره اسورکیر دیره حزبون سمتی
تاسو قانون د قانون په اساس باندې ورته ذکر شوی دی راکسته چې په شلو ولایتونو کې باید دوی دفتر نه ولري کاملا دا زه یو نمونه تاسو ته وایم ګوره جناب سمیم صاحب وویل چې ګوندون ته نقش ورکول جفا ده د ملت په حق کې سونه چې دا برخلاف ګوندون ته نقش نه ورکول جفا ده د ملت په حق کې خو دوی چې سمتي ګوندونه ټول سمتي منګه یو ګوندیو د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې تشکیلات لرو دفترونه نه لرو دفترونه دلیل داده چې هلته داسې زورواکان شته چې سیاسي ګوندونو دفاتر ته اجازه نه ورکوي زموږ ملګري چې دفتر ته لاړ شي وژل کیږي نمونې هم زه ارائه کولی شم سوال مې داده چې دوی نه غواړي قوي ګوندونه دلته تشکیل شي دیموکراسي بدون د سیاسي ګوندونو نه او هغه انتخابات بدون د دینه چې حزبي سیستم باندې بنا شوی وي او خلک چې ګوندونو ته رایه ورکړي هیڅ معنا نه لري دوی نه غواړي حکومت نه غواړي دغه حاکمه ډله نه غواړي او یو تعداد د دوی نمایندګان چې دوی کولی شي په هغوی باندې خپل نفوذ اعمال کړي نه غواړي دلته قوي ګوندونه تشکیل شي دلیل داده زه غواړم د خپل دلایل ووایم د کله چې دلته انتخابات حزبي بڼه واخلي دغه زموږ قومي قبیلهیي عقب مانده مناسبات په سیاسي مناسباتو بدلیږي او بلاخره ټولنه تکامل کوي دی خواته سپاد ملت جوړ شي دوی غواړي ټولنه د همدغه عقب مانده قبیلهیي مناسباتو په چوکاټ کې وساتي څو هغه یو تعداد چې راځي دوی بیا د پیسو د طریقه اخلي د هغوی سره په معامله کې برخلاف که سیاسي ګوندونه معامله وکوي او سیاسي ګوندونه خپل اعتبار په ټولنه کې د لاسه ورکوي سبا ته بیا خلک هغوی ته رایه نه ورکوي او ګوندونو ته رایه ورکوي چې هغه د دوی د حقوق مدافع وي د دوی د ګټو مدافع وي زه په همدې بنیاد ویلی سم چې حکومت عمدن نه دي غوښتي هغلته چې تنها حکومت او نه پوښتنه کې دولت خپل کې دولت نه غواړي خپل کې دولت ولی حکومت خپل نفوذ یې مکړی کوي او دا ولسی جرګه هم یو صدر ته وایم کوم انتخابات تر سره سوله چې دغه په بنیاد ولسی جرګه تشکیل سوله هغه انتخابات ما د نفرم د نظر مشروع انتخابات نه و مشروعیت انتخابات حداقل 50 جمع یو فیصد یعنی یو 50 فیصد د خلکو باید په انتخابات کې ګډون وکړي د رای دهندگان باید په انتخابات کې ګډون ولري چې هغه انتخابات مشروعیت پیدا کړي او دا چې به وایي چې تاسو مشروعیت نه لري او دغه تصویب چې دغه ماده تصویب وي دغه تصویب دوی به دا کار کوي دوی به دا کار کوي زایم دغه حالت په تناسب ته هیڅ شی وجود ونه لري یو ناقصه ملي شورا هم غنیمت ته موجوده ولی حداقل دوی د ولس په وړاندې دوی د افغانستان د ملي ګټو په وړاندې باید مسؤلانه برخورد وکړي او هغه ورځ لري نه ده چې سبا ته بیا ولس دوی سره محاسبه وکړي دا زه د خپل ګوند په رابطه وایم چې موږ نه تنها په داخل د وطن کې بیرون د وطن قاتل سو ملکونو کې تشکیلات سیم صاحب بعضی موارد دکتر صاحب اشاره کردن چرا در کل دولت افغانستان نمیخواهد که احزاب سیاسی روش کنن دکتر صاحب گفتن که در کل دولت افغانستان نمیخواهن و مانع رشد احزاب سیاسی میشون ما بحث دولت و بحث احزاب سیاسی افغانستان را یک طرف میمانیم یک نمونه اشاره نمی ماده را که پیشتر شما اشاره کردیم ما میخواهیم یک بار دیگه ماده 83 قانون اساسی افغانستان را بخوانم اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردد. و مستقیم انتخاب می‌گردد. در احزاب سیاسی، یک حزب سیاسی قبول می‌کنند در ولایت هرات 5 نفر کاندید داره. ما اینجا رای مستقیم داریم. رای مستقیم برای 5 نفر داده میشه یا برای 1 نفر داده میشه؟ ما امیدوار هستم که جناب دوست عزیز ما ایرا قانون را تفسیر بکنند خودشان طبیعتا رای مستقیم برای یک نفر داده میشه اگر قرار به اوتو بوده باشه خی رای جمهوری افغانستان هم نمیتونه میشه که دو سه نهاد دیگه برای جمهور یک جا شوه وقتی که شما مستقیم بودن رای را برداریم که دو سه فرد دیگه که در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک میکنن وقتی که یا متحد شدن رایش از 50% نسبت برای جمهوری که حداقل 40 یا 46% گرفته بالاتر میشه و میتونست اتومات کسی دیگه را برای ریاست جمهوری بیاره وقتی که مسئله ائتلاف ها با وجود بیاره به او خاطر است باور ما این بود که ما در نخست گفتم ما با احترامی که به احزاب سیاسی افغانستان دارم یعنی ما مخالف با قانون مختلط انتخابات نبودیم ولی
اصل بالاخره باید دموکراسی در افغانستان بالاخره باید نادیده شود و مرجعی که میتونه دموکراسی را تقویه ببخشه در افغانستان احزاب سیاسی افغانستان و ائتلاف های افغانستان است. اما چیز دیگه گفت مشکل در کجاست؟ اما مشکل در کجاست؟ مشکل در کجاست؟ ای کاش احزاب سیاسی افغانستان احزاب ملی مردمی افغانستان می بود. ای کاش احزاب سیاسی افغانستان چهره های قومی متعلق به قوم و قبیله مردم افغانستان تعریف از ملی مثلا به نظر شما تعریف حزب ملی دکتر صاحب گفتن که مثلا ما در 34 ولایت شما گفتین که مثلا موج از آزاد داریم یک تا ولایت ولایت ما تلفن می کنم جناب وکیل صاحب هم داشتن تماس بگیرن که من نشان بتون که ما 34 ولایت وجود داره ما حضور احزاب سیاسی را در 34 ولایت هیچ کارت نکردیم بحث ما در لحاظ قومی ما بحث ما در ملی بودن لحاظ زبان بگم ما چیزی براتون می خوام بگم دوست عزیز از لحاظ قومی هیچگاه در احزاب سیاسی شما ترکیب ملی را نمیتونید پیدا بکنید شما نمیتونید ازاره را در افغان ملت پیدا بکنید شما نمیتونید وجود داره داخل سمیم نمیتونید هستند من صادقانه براتون میگم نمیتونید شما نمیتونید ازبک را در افغان ملت پیدا بکنید مگر اینکه به شکل محدود به خاطر منافع شخصیشان آمده باشه یک بحث جداگانه است یک کتله محدود به خاطر منافع شخصیشان در احزاب دیگی که رفتن یک بحث جداگانه است به او خاطر است که ما احزاب سیاسی افغانستان از ملت نمایندگی کرده نمیتونن ملی بودنشان زیر سوال است بحث اساس سرنیمی است نقطه اساسی نمی است تا زمانی که ما نتانیم ملی فکر بکنیم باورهای ملی نداشته باشیم تا زمانی که اندیشه ملی نداشته باشیم تا او زمان ما باور ندارم که احزاب سیاسی افغانستان بتانه دموکراسی را در افغانستان نهادینه بسازن و ممثل دموکراسی بوده باشه شما پیدا بکنین که در رهبری احزابی که متعلق به قبیله های مختلف است که در رهبریشان کسای دیگی اقوام دیگی آماده باشه یک مرتبه برای امتحانی هم بر از اقوام دیگی آماده باشه در کتله رهبریشان شما سراغ ندارین در افغانستان تو یک ازبره با او خاطر است که همیشه باور مایی بود که و باور ما حکنون هم همی هست که تا زمانی که عذاب سیاسی افغانستان باعث عذاب مقتدر و ملی مردم افغانستان عرض اندام نکنن هر نوع امتیاز دادن برشان ما فکر می کنم که جفاهی است به حق مردم افغانستان ما باور مایی هست که هر زمانی که احزاب محترم سیاسی افغانستان ملی فکر کردن و باورشان ملی بود و پیرو عقاید ملی بودن در اون زمان هر نوع امتیاز دادن شاید ما مشکل نمیسته ما دو سال دیگه فکر ملی کنن اینا میگن که از اول که تعداد ما نوشته شده بعد اشعار ما بود که دوست عزیز ملی هستن دوست عزیز من میخوام یک نقطه دیگه رو بگم پارلمان افغانستان دو سال بعد فکر کنین دو نیم سال بعد این دوره کاری این پارلمان ختم میشه پارلمان دیگه بر حرکی قدرت می یا ممثل ارادی مردم افغانستان خواهد بود آقای کرزی رئیس جمهوری افغانستان دوره 16 ماه بعد ختم میشه و کس دیگه به قدرت می میشینه خب قبول میکنیم شما میفهمین که ما یکی از اپوزیسیون حکومت افغانستان هستم ما یکی از مخالفین دیدگاه حکومت افغانستان بودیم همیشه دوره آقای کرزی هم ختم شده نیست دوره پارلمان افغانستان هم ختم شده نیست ما پیشنهاد میکنم به اعضای محترم سیاسی که بیاین در میدان مبارزه سیاسی افغانستان اشتراک بکنن و بیان حق خود بگیرن از مبارز با مبارزه سیاسی نه ای که تبسل به زور بیان حق بگیرن حق به این ملک تبسل به زور گرفتن من فکر میکنم جفایی است به حق مردمی که مردم داره در افغانستان تشکر میکنم که ما باور مایی هست که وقتی که میگم فضای اعتماد بر احزاب سیاسی وجود نداره وقتی که من میگم بی باوری های مردم نسبت به احزاب سیاسی افغانستان هر روز تشدید پیدا میکنه هر روز اضافه تر شده میره اون دلایل منی هست که من میگم که احزاب سیاسی و احزابی که ملی هستن و احزابی که معتقد به ملی بودنشان هست به جایگاه خود در بین مردم افغانستان پیدا بکنه و یک بار از آدرس مردم افغانستان به شکل نه به شکل مختلط به شکل اونمو رای مستقیم رای مستقل یا به شکل آزادانه یه نمایندگی خود به کرسی بیاره یعنی تاله می زمینه مساعد نشده برای اینا ولا تونستن که تشکر می کنم که ما کاملا طرفدار یک سیستم مختلط بودیم در پارلمان افغانستان یعنی مخالف نبودیم با سیستم مختلط در افغانستان اما بحث رزی است که اونو بستر بر احزاب سیاسی افغانستان هنوز در افغانستان هموار نشده و هنوز مردمی افغانستان او اعتماد را که
نسبت به عذاب سیاسی افغانستان داشته باشه نداره. باور دارم که در مجموع هم تو که حکومت مردان ما معتقد به غصب زمین هاست، به غصب چور و چپاول است، دانشمندان ما، رهبران بزرگ احزاب سیاسی ما هم معتقد به امتیاز طلبی و به معتقد به گرفتن امتیازات از آدرس احزاب سیاسی شان است. به او خاطر است که ما اجازه نمیدیم که از آدرس مردمی افغانستان باز کسی امتیاز طلبی کنه. سلامت باشین. صاحب حضور موارد اشاره و کچی سیاسی زبونو کم تروسه، یعنی ملی گارد دفاع دوی کار نکی بلکه شخصی گارد دفاع. او گونه نیست. ببینین ملی بودن به چند مفهوم مطرح است. اولا اهداف ملی داشته باش. یک در ورق یا در عمل هم اهداف در روی کاغذ پیاده میشه و به خاطر تحقق و کار صورت میگیره. وقتی اگز به قدرت برسه باز در عمل نشان میده که ملی هست یا نیست. دوم از لحاظ ساختاری، یعنی در تمام کشور باید حضور داشته باشه. از لحاظ بافت اجتماعی ترکیب همه اقوام کشور را باید در خود داشته باشه و از لحاظ حضورش که ما عرض کردم حداقل هم گپ شما که در 20 ولایت باید حضور داشته باشد. عرض من یه هست، ما پیشتر عرض کردم اینا از فرا هستن، حزب ما قوی ترین تشکیلات در ولایت فرا را داره. در هرات زندگی داشتن، من یال تماس میگیرم، حزب ما قوی ترین تشکیلات در هرات را داره، در بادغیس را داره، در نیمروز را داره، همو زون اگر ما حساب کنیم. من میال تماس میگیرم، تماس تلفنی که اگر اجازه میتین ما تلفن روشن کنم، تماس بگیرم که اینا متیقن شوند که چون این حرف وجود داره نداره. در خیر ازو عرض من یه است که ما احزاب را در مجموع اتباع افغانستان حق دارن به تشکیل احزاب سیاسی بپردازن، ولی مردم است که در روشنی اعمال را که عذاب انجام میته میتونه قضاوت کنه خوب و بد را. بالاخره حزب را که دلخواهش است به او برسه و او را مورد حمایت قرار بده. آل وقت پارلمان را که اساسا نمایندگی کرده نمیتونه از مردم افغانستان 18 میلیون رای دهنده وجود داشت، از جمله 18 میلیون آلی پارلمان 1.5 میلیون رای داره. کجا شد اون نمایندگی عمومی و عادلانه را که قانون اساسی افغانستان را صحبت میکنه؟ و جناب وکیل صاحب روی غیر قابل انتقال بودن تاکید کردن. در قانون اساسی افغانستان چنین چیزی را به نام غیر قابل انتقال مستقیم بودن باز وقت ما گفتم شما دوباره او را تکرار ساختین. اصل خود ثبت شده. ما میتونیم درست شده. اشتباهی چی بوده باشه؟ مستقیم بودن یک شخص میتونه برای مرد، برای یک حزب هم به طور مستقیم رای بده. اصل مستقیم بودن نقص نمیشه. هرگاه خودش اشاره کرد که 15 نفر دیو حزب نکاندید بدونش که 15 تا ورتا دیو رای ورکی. هرگاه انتخابات تناسبی باشه، یعنی بنیاد حزبی پیدا کنه، مردم میتونه برای احزاب رای بده. اصل سری بودن نقص نمیشه و میتونه در نظام مختلط انتخاباتی برای یک حزب رای بده یا برای یک فرد مستقل رای بده. یه موضوع تا چی مخکی پده بانه دیر بحثم وش و سمین سب سوار دیت اشاره وکره دوی ویده چی پا اوز که داد اعتماد و ازاش تون نلری پده سیاسی ازبونه بانه چوک باور نلری باور نپی که یه افغانستان پا گرد که دوی داد باور پده بخیل منز اتلی اول باید دیده پارا کار وشی چی دوی بانه خلق و باور رمانسته شی بیا و روست داد اول قانون که چرت داد ماده رمانسته شی بیا بخی. لا خوب جناب وکیل صاحب خبره ده خلق زوام راسه دغه دولت لولسی جرګه نه نیوله تر قضا تر اجرایه قوی پوری لارته خلکو که پختنه وکوي د هل لازر تن تاس پختنه کوي که یو تن د دوی نه حمایت وکوي زوام تاس کاملا مشروعیت لري. د تاس مشروعیت چیرته ده؟ مشروعیت یا حقوقی بی په انتخابات کې هغه د لوی سرنوال خبره ده و د انتخابات نتایج په شاهزاده پسترایک او په دوبه کې تعینېدل. آقا شورات دغد انتخابات نتایج به شاهزاده پسرا یا دوبه که تینسی دامات سوال ده مشروعیت. دوام خبره میزان ده شرکت ده خلکو په انتخابات کده. بله. زوایم چه کاتلس میلیونو خلکو ده خپل نمونه ثبت کړی و انتخابات که ده گردون ده پاره نه نیم میلیونو خو باید په انتخابات که گردون کړی و چه دا مشروعیت پیدا کړی و برخلاف من گوین چون خلق کردن کرده او دغز منگه موجود ملی شورا ده چو فیصد ده ده قاتل اس میلون نمایندگی کهی
زعامت داده دا اساسی قانون سر پتناقض کده ولی پدیمیم تینگار و کوته دغه حالت پتناسب ته هیچ منګه شورا و نلرو یو ناقص شورا هم زمنګه ودان د منګه فارغ نه من نکوم چې بل ماده باندې بحث وکړو ډاکټر سید سمیم صاحب به نظرتان با تصویب این ماده که شمارش آرا در محل رای گیری صورت بگیرد انتخابات شباب برگزار خواهد شد و رئیس کمیسیون انتخابات هم امرای مورد چی نظر اختلاف داشتن اونا گفتن که در انتخابات گذشته در دو انتخابات هم که اکثریت سوالا و چیزا از هر طرف به کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیدن این موارد بودن و بازم از طرف ولسی جرگه تصویب شدن در این باره ببین ما خودم در امون زمان دیدگاه می بود که یک بار در خود محل رایدی شمارش و بالاخره در مرحله دوم در مرکز ولایت بار دوم شمارش صورت بگیره تقلب را کی کرده؟ تقلب در رزرشت ها صورت گرفته به گفته خود جناب معنوی سیب که دیروز در هزاراتش خودش این نقطه را بیان کرد یک نفر با کسی مشکل داره شما وقت صندوق را از یک محل رایدی به مرکز ولایت انتقال میدین طبیعتاً ما مراکز دور از ولایت دارین که تا به دو سه روز نمیتونه ما نمونه میزنین ولسوالی پرچمند ولایت فراره به سه روز شما به چهار روز نمیتونین به مرکز ولایت صندوق را برسانین در این مسیر را اگر صندوق به نفع یک کاندید مشخص بار دیگه پر شد نتیجش چی میشه اگر کسی با کسی مشکل داشت خصومت داشت صندوقش چپ انداخت از موتر نتیجش چی میشه در او قفل پلاستیکی اگر کسی قچی را زد قفل پاره کرد نتیجش چی میشه و کدام تضمین وجود داره که در محل رای دهی نمی کار صورت نگیره ببینید حداقل پیشنهاد ما این بود که 10 نفر از ناظرین اعضای انتخابات در مجموع ناظرین در زیر نمو سندی که کمیسیون مستقل انتخابات میده مرزرشتی که کمیسیون انتخابات میده 10 نفر با اون سند امضا بکنه از ناظرین اونجا باید حضور داشته باشه ناظرین حداقل در انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی فرق نمیکنه در همه مراکز رای دهی دادن در تمام مربوط به یک کاندید نیست شما فرضاً در ریاست در انتخابات ریاست جمهوری شما 30 کاندید دارین حداقل 10 نفر ناظر خود میتونه در یک منطقه یک کسی که نمیتونه 10 یک ناظر خود در یک محل رای دهی روان بکنه چرا کاندید ریاست جمهوری است در افغانستان به این معنی است که توانمندی ناظر روان کردن نداره او توانمندی رای پیدا کردن و رای جمع کردن چطور داره دلیل مهاجمانی مو وقتی که در رزرشی تقلب میشه بدون شک او به دیتابیس داده میشه سیستم را که اخیرا کمیسیون مستقل انتخابات ساخته سیستم دیتابیس هست که شما میتونید به سادگی راه را از دیتابیس بگیرین اوراقی که رزرشیتی که تا بالا 3 دانه رزرشیت بود یکی داخل صندوق میافتاد یکی دست نماینده کمیسیون بود و یکی را برای ناظرین میداد این ارقام از این را بالا ببره برای هر کدام از ناظرین یک دانه رزرشیت داده شود بار دوم روی هر صندوقی که شک دارن روی هر صندوقی که مشکل پیدا میشه قرنطینه را آزاد ماندن ما مردود ندانستیم باز شماری را مردود ندانستیم آزاد گفتیم یه بار دوم باز شماری شود یعنی مشکلاتی وجود داشته حالا اگر ما به او تو یک نظامی که واقعا اراده مردم را تمثیل میکرد نظامی که باور می داشت مردم شما داریم سمیم سه میگه آزمودن را آزمودن خطا از خود رئیس کمیسیون انتخابات هم گفتن که این موضوعات کالی مثلا این ماده تصویب شده نمیره ماده انتخابات گذشته را تجربه کردیم نتیجه مثبت ندادن بازم چرا باید بستر چی هست کمیسیون مستقل انتخابات باب شکایات را میبندن دروازه شکایات را میخواهند ببندن بناهن هر تصمیمی را که بعد از کمیسیون انتخابات گرفت او تصمیم نهایی خواهد بود دیگه مجال برای شکایت کردن وجود نداره وقتی که شما در محل رای دهی جای به جای شماره میشه پس از ختم رای گیری شماره میشه رای مجال برای شکایت کردن وجود داره که شما برین نتیجه را بگین که اینی در این صندوق احمد اینی قدر تقلب کرده بود یا اینی رای واقعی است که در داخل این صندوق بوده اگر در رزرشیت اضافه کم میشه در اینجا مسئول کی است من بازم از فرا نمونه میزنم صندوقی که خالی بوده در مرکز ولایت فرا وقتی که بار دوم به شمارش گرفته شده صندوق به نفع یک کاندید مشخص پر شده در خود مرکز ولایت فرا اتفاقا در خود مرکز ولایت فرا من پرسان میکنم از جناب معنویسی با تمام احترامی که برش دارم کدام یک از اعضای کمیسیون خود محاکمه کرده کدام یک از دی اف سی های خود محاکمه کرده
فرهنگ مجازات و مکافات وقتی وجود نداشته باشه، طبیعتاً او زمینه برای او دی اف سی، برای رئیس کمیسیونش، برای مسئولین کمیسیونش مساعد میشه که تقلب کاری را بکنه. تا زمانی که صداقت وجود نداشته باشه در عمل کرده اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، تا او زمان در هر دو حالتش ما فکر میکنم تقلب صورت میگیره. ولی حداقل ما بر من مشخص است که من در کدام مناطق رای دارم. طبیعتاً وقتی در منطقه رای داشته باشم ناظر خود روان میکنم. باعث کاندید علاوه ولسی جرگه. وقتی که مشخص بر من میفهمم که در این محل رای دارم، طبیعتاً ناظر خودم جو روان میکنم. وقتی که ناظر مونجه بوده باشه، تمام مسائل رو به من ناظر من میرسانه. او رزرشت ما بالاترین رزرشت از ولایت فرا داشتم در وقت کمپین انتخاب در بعد از انتخابات ما، و طبیعتا تمام مسائل در وقتی که در دیتابیس می دیدم حقایق را می تانستم آشکار کردم. تشکر می کنم سمیم صاحب. در دو ماده پرلمانی چه بحث بکنم اکثر صاحب فکر کوی تاسو کوم ز پوره دی سمیم صاحب موافق هستید وی چا چرته چرا چونه کی عمل ته بعد د رئیس صندوقونه ما غلطه د دې شمیره نه باید تر سره شي. خو ټاکونه خپلواک کمیسیون به رئیس دوه ورته ویل چې په تیرو کې تجربه شوی دا تجربه ناکامه تجربه ده، باید په دغه باندې مرکز اقل د ولایت مرکز ته انتقال شي او غلطه د سره شمیره نه وشي. زه په کل کې په پرنسپ کې د دوی خبر سره مخالف نه یم. واقعیت هم دا ده، دا مهمه نه ده چې څوک چاته څنګه رای ورکوي، دا مهمه ده چې رای څنګه حسابل کیږي. دغه موجود کمیسیون په موجودیت کې چې ښاغلی معنوي دغه مشرتوب لري او دا کمیشنران د دوی دا تشکیلات چې لري دا طویل و عریض تشکیلات په تیرو انتخاباتو کې په لسګونه میلیونه ډالره دوی مصرف کړله، په آینده انتخاباتو کې هم دغسې پیشبینی کېږي، په تیرو مخکې دغه نه انتخاباتو کې هم دغسې مصرف سوله، خلکو رایې ورکړلې، ولکې د خلکو رایو د انتخابات نتایج تعیین نکړل. د لوی څارنوال خبره ده، د انتخابات نتایج په شاهزاده سرای کې تعیین شول، په دوبۍ کې تعیین شول، کمیسیون تعیین کړله. زما عرض مو داده خو دغه تغییرات چې دوی اوس رولي ډاکټر صاحب، دغه تر کومه ځای پورې واقعا د دغه ډول درغلیو مخنیوی کولی شي؟ څومره دغه د شفافیت لور ته دغه یو ګام بولي تاسو؟ دا یو ګام ده، یو ګام ده د دې دپاره که رایې په مرکزونو کې، هغه مرکزونو کې چې خلکو خپل رای صندوقونه ته کي هغه ته وشمېرل سي، او هغه چې جناب صمیم صاحب هغه ته اشاره وکړله که چېرې هر هغه د انتخاباتو نتیجه په هغه مرکز کې د ناظرینو د خوانه امضا سي، زه تاسو ته وایم د خپل ګوند په نمایندګۍ په حدود د 2500 انتخاباتي مرکزونه به د افغانستان په سطح کې وجود ولري، موږ حاضر 2500 ناظرین ورکو، 2500 ناظرین د انتخاباتو ته د نظارت لپاره. که چیرې دا ورق امضا سي، بیا په دې صورت کې درغلی محدودېدلی سي. مشروط په دې څه؟ مشروط په دې څه لکه په تېرو انتخاباتو کې صندوقونه ډک نه سي. خود دا تاسو څوک کولای شي؟ دا خود دا مخکې تاسو ویل چې مثلا سیاسي حزبونه استازي نشي کولای ولایتو ته، په ډېر ولایتو کې هغه ته دوی نشي کولای خپل غږ پورته کړي، هغه د خپل حزب په استازیتوب هغه ته څه وویلی شي. دا د زورمندانو پښتون کې بیا هم که هلته راشمېر نه وشي صندوقونه ډکېږي. یعنې زه هم یو څه ویلی سم، ډېر داسې مواردونه زه پوهېږم چې یو تعداد خپل ځانونو ته صندوقونه ډک کړل، دوی په خپله ډک کړي صندوقونه، راوی رایې محاسبه سولې او یو تعداد لاره پیدا کړله. خبره کاملا په یو لوی ملي افتصاح باندې بدله سوله، د لوی څارنوالۍ مداخله، د محکمې خبره، خاص محکمې تشکیل، او بالاخره د دو شپېته نفره څه باید هغه راسې ولسي جرګې ته او دو شپېته نفره باید دغه ټول هغه مسخره بازیګانې وي چې موږ یو نتیجې ته رسېږي. دا تېر انتخابات انتخابات نه و، انتصابات و. کمیسیون ته څوک وغوښتل هغه راغله چې وای نه غوښتل. جناب صمیم صاحب ته ډېر په عمیق احترام سره، شاید د خپل رای په نتیجه کې راغلی وي، او یو تعداد وکیلان هم په ولسي جرګه کې وجود لري، یو تعداد چې آن دوی وایستله مجبور اسول ته د خلکو د خپل خلکو د همت په نتیجه کې بیرته ولسي جرګه ته لاره پیدا کړي. په کل کې زه ویلی سم د دې حاکم ټیم په موجودیت کې، د دغه فرصت کمیسیون په موجودیت کې، د انتخاباتو او بالاخره د دغه فضا کې چې تر 2000 نه زیاته مسله ډلې وجود لري او دا ولس ګراوګاونډ کړی ده، زه د شفاف او عادلانه دیموکراتیک انتخابات سم صاحب همین برنامه را هم دیگه وقت اجازه نمیده که دیگه برنامه را دوام بتیم. یک سوال دیگه که پیشتر دکتر صاحب دایی بسیار پفشاری داشتن، به نظر شما حال چی فکر میکنین که بحث به عذاب که حال نتونستن، مثلا شما گفتین که عذاب ملی فعلا ما وجود نداره و نمیتونیم که عذاب را که وجود داره برای ما عذاب ملی ما نام بریم، دایی باره با انتخابات آینده دخالت دولت در انتخابات چقدر به نظر شما افزایش خواهد داشت؟ بایی که دولت در انتخابات ریاست جمهوری دوره
وقتی چقدر مداخله داره من میگم 100%. از همه مال است گماری میشه در نظام افغانستان. از همه مال حکومت تصمیم داره که نمیخواد به شکل مسالمت آمیزش نظام افغانستان را به مردم افغانستان واگذار بکنه. این یک واقعیت است. این با آقای بکتاش این واقعیت است و دیگه هم واقعیت است که عذاب سیاسی چیز نداره می وجود داره. با آقای بکتاش کاملا هم عقیده هستم. اینمی که کسایی که در حرکت قدرت افغانستان تکیه زدن به هیچ عنوان اینا نمیخواین قدرت را بر مردم افغانستان تسلیم بکنن. این یک واقعیت است. ولی یک چیز دیگه که میخوایم بگم با آقای بکتاشی است که اگر عذاب سیاسی در این انتخابات در انتخابات مختلط اشتراک می داشت و او بار 4 میلیون مردم رای برای دادن آمده بود، این بار 2 میلیون می آمد برای رای دادن از 18 میلیون مردم. تجربه نشد. اول سیستم قبلی تجربه ببینید اگر 2 میلیون می آمد یا برای دادن، آیا انتخاب آیا باز انتخابات زیر سوال نبود؟ او من نکنم سمیم سب جدی وقت مونه نیست. مسئله منافعه ها را یک طرف بگذاریم، بین به ملی بودن فکر بکنیم. صادقانه برتان میگم که ما با هیچ کس دوستی و دشمنی نداریم. دوستی و دشمنی ما به خاطر بیبود نظام افغانستان است. دوستی و دشمنی ما به خاطر آرمان مردم و آرمان شهدای مردمی افغانستان است. خب مشکل همی است مثلا شعار لکه شما میتین دفعی تان که مثلا از نمایندگی حزب سیاسی ششته اونه و شعار میتین. آخرین جمله همی است که یک بار عذاب سیاسی به توانمندی خود به نمایش بگذاره. خونا گفتن که اگر میال از 10000 نفر ما شما پرسان کنیم امتیاز دادن نمیتونه نمایش بوده باشه. شما بر هر کس که امتیاز بدین او میتونه قدرت خود به نمایش بگذاره. آقای کرزی صبح از قدرت پس شوا ما باور ندارم که 200 انسان پشت سر آقای کرزی بیاد. ولی وقتی که به قدرت شما میتونین در هر ولایت برش 10000 نفر جمع سلامت باشین. تشکر استاد بیاد اخ وقت لرو خبرونه خو پای تر رسید لیدی ده الف دلار باندې کوغه یوز خدا غ ماده تصویب شوی ده خبر نه دا په هر صورت دا د افغانستان د اساسي قانون سره کاملا په تناقض کې قرار ده. خدای بیا ویل شي د اساسي قانون مطابق دوی کار کوي. دا د خبره ده، دا قانون د ما سره ده. ما خو وایو په قانون نه خبري ده او کنه عمدن نه کار وکړي. علت داده دغه جام چدن رزول سي جرګه تلار پیدا کړي ده یا مشران جرګه تلار پیدا کړي ده. حداقل موږ د په اخیره کې د داخله وزیر د ازارات شاهدان یو چې نه پنګ بزرګونو عریضه سره 5200 عریضه داخل خود دغه سیاسي موقت نه استفاده کوي. دوی دا تشویش لري که چیرې انتخابات سیستم تغییر وکړي، هغه په حزبي بنډونه باندې انتخابات صورت ونیسي، دوی بیا دغه امتیازات ترلاسه کوي. یعنی دوی ملي فکر نه کوي، خپل شخصي فکر کوي. تاسو ډیر من نه کوم اکثر کور ودان چې موږ بلنه راسیو تم تشریف راوړل. تاسو درن کو زخم ډیر زیات من نه کوم چې تر پای په موږ سره ملتیا وکړ. بیا د یادونه وکړم چې موږ د خوران بل مل محمد نذیر احمد زای صاحب خوران ته روانه رسیدو. فار صورت امکان شته کوم ستونزه ورته پیدا شي وي تر بیا په دې مهربان خواهش سپارم. خیلی چاری.